دوستان سلام، میریم که داشته باشیم یه گزارش جمع جور موشکافانه رو از تازه ترین رویارویی باندای نظام ولایت، اونم در دوران پسابرجام. خروس وزن و پر وزن و خر وزن همه جمع شدن تا بعد از یه وزکشی مسخره خودشونو برای تیکه پاره کردن هم دیگه، اونم تو دوران پسابرجام آماده کنن. آقا این وزکشی رو من نگفتم، خودشون میگن. ریاست مجلس وزنکشی بهارستان در پاستور. بله، حالا بریم ببینیم تو این وزکشی مسخره کی سنگین تره و کی سبک تر. گرایش سیاسی محور تقسیم بندی منتخبان مجلس در جلسات عصر بود که در دو سوی پایتخت تشکیل شد. البته مسئولان برگزاری این نشست‌ها آمارهای مختلفی از شمار منتخبان حاضر در نشست خود منتشر کردند، تا جایی که مجموع آمار دو نشست از 230 منتخب هم گذشت، در حالی که مجلس سرجم 290 نماینده دارد. زیکی بابا، اینا سر وزکشی هم با هم دیگه دعوا دارن. یعنی این میگه من بردم، اون یکی هم میگه نه من بردم. این میگه نماینده ها مال منن، اون یکی هم میگه مال منن. یعنی جوری شده که آمار از کل نظام مجلسی ها بالاتر زده. مثلا کوسچی ها دم گرفتن که ما 158 نماینده داریم. 158. روز گذشته در نشست هماندیشی فراکسیون امید مشخص شد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان با 158 عضو دارای فراکسیون اکثریت در مجلس هستند. نوچه های عضما میگن نماینده هاتون رو بذارین دم کوزه آبشو بخورین، ما خیلی بیشتریم. اصولگرایان اعلام کردند که در نشست امروزشان 181 منتخب مجلس دهم رسماً از فراکسیون فراگیر اصولگرایان اعلام حمایت کرده و بیش از 150 تن هم در نشست حضور داشتند. این به معنای آن است که اصولگرایان در عمل هم اکثریت مجلس دهم هستند. اینجاست که رو عمامه کوسه و شیخفری اسفناج سبز میشه و میپرسه آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟ دلواپسا این 181 نمانده رو از کدوم جیب عظما درآوردن؟ نشست فراکسیون فراگیر مجلس دهم برگزار شد. حمایت 181 نماینده مجلس دهم از ریاست لاریجانی. سگ و سیلای عظما از ترس اینکه یه وقت مجلس دست باند کوسه نیفته ریش زنگ زده لاریجانی رو چسبیدن و به همین لاریجانی ریزشی جام زهری رضایت دادن. بعدم به اسم اینکه ما داریم از لاریجانی حمایت میکنیم آمارو بردن بالا. حالا ببینید لاریجانی تو همین جلسه چجوری به اون یکی باند چراغ سبز میزنه و چماق سرمایه گذاری خارجی رو میکوبه تو عمامه اقتصاد مقاومتی خامنه ای. با وجود اینکه مسئله هسته‌ای حل شده است، اما گیرهای دیگری وجود دارد که به آن دلیل سرمایه گذار به کشور نمی آید. در کشوری با جمعیت 80 میلیون نفر و آمادگی برای سرمایه گذاری، باید مشکلات شناسایی شود تا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری رغبت کند. چون اگر اقتصاد ما توانمند شود، می توانیم در مسائل منطقه‌ای به اهدافمان برسیم. جان کلام این که تو این نمایش انتخابات پشم و پیلی عظما تو مجلس ریخته و از اون طرف هم هیچی به جاش سبز نشده. یعنی درسته که شاخ ولایت شکسته، اما شاخ کوسم اونجوری که باید شاخ نشده. این یعنی همون حاکمیت دوگانه که روزنامه های به قول شریعت نداری زنجیری گفتن.
یعنی استبل نظام خودش آینه نظام تو سال 95 که توش میشه بدترین وضعیت یا که میشه واسه نظام ولایت تصور کرد دید، یعنی جرو با جر شدن کل نظام. تا اینجا رو داشته باشی فردا بازم مصدق اوقات شریف میشیم. بله.